سلامی دوباره خدمت همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به کانال خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک غذای خیلی خوشمزه تابستونی به نام آبدو خیار. امیدوارم که دوست داشته باشید. میریم سراغ موادی که نیاز داریم. احتیاج داریم به یک کاسه ماست، 3-4 عدد پیازچه، 3 عدد خیار، سبزی های معطر شامل نعنا، ریحون، ترخون، شوید، گشنیز و یا هر سبزی معطری که خودتون دوست دارید، 2-3 قاشق غذاخوری کشمش، 3-4 قاشق غذاخوری گردو نیم کوب شده، 1 قاشق چایخوری پودر نعنا، 1 قاشق غذاخوری پودر گل محمدی به مقدار لازم نمک و 1/3 قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه. دوستان عزیز، ابتدا ماستمون رو داخل یک کاسه می‌ریزیم که بهتره ترجیحاً ماست ترش باشه. حالا اون رو خیلی خوب می‌زنیم تا صاف و یه دست بشه. حالا خیارها و پیازچه‌هامون رو به صورت نگینی‌های ریز خرد می‌کنیم و کنار می‌گذاریم. بعد از خرد کردن پیازچه و خیار، نوبت خرد کردن سبزی های معطر میرسه. اونها رو هم یه مقداری خرد میکنیم. خیلی نباید اون رو ریز خرد کنید. اندازه و مقدار سبزی هم بستگی به سلیقه خودتون داره. یکی دوست داره سبزیشو بیشتر بریزه، یکی دوست داره کم بریزه. اون دیگه کاملا سلیقه‌ایه و هر جوری که خودتون دوست دارید. خب عزیزان، حالا توی کاسه ماستمون تمام موادی رو که داشتیم، کشمش، همه رو اضافه میکنیم، خیار و پیازچه. میتونید به جای پیازچه از پیاز هم استفاده کنید. همینطور گردوی خورد شده، گردوی آسیاب شده استفاده نکنید. همینطور نعنای خشک حتما بریزید، چون عطر خیلی خوبی به آبدو خیار میده. پودر گل محمدی، نمک و فلفل سیاه. حالا همه رو با هم دیگه کاملا مخلوط میکنیم. حالا نوبت اضافه کردن سبزی خرد شده هستش. سبزی معطرمون رو هم تو این مرحله اضافه میکنیم. از هر سبزی معطری که دوست دارید میتونید استفاده کنید. فقط یادتون باشه که نعنا و ریحون رو حذف نکنید. خب دوستان عزیزم، آبدو خیارمون هم آماده شد. به همین راحتی و سادگی یه غذای فوق‌العاده خوشمزه و دلچسب که توی فصل تابستون و گرما خیلی هم میچسبه. من این آبدو خیار رو میبرم توی یخچال میذارم تا کاملا سرد و خنک بشه و زمان سرو هم چند قالب یخ بهش اضافه میکنم. برمیگردم و در خدمتتون هستم. بفرمایید نوش جون.
عزیزم، آبد و خیارمون هم آماده شد و من اون رو داخل این ظرف سرو میکنم به همراه نون لواش. امیدوارم که شما هم از این غذا خوشتون اومده باشه، اون رو آماده کنید و در کنار اعضای خانواده با دل شاد نوش جون کنید. لطفا ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و لطفا سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.